درود بر بینندگان عزیز، درود بر ملت بزرگ ایران و درود به روان همه جانباختگان ایران زمین. من اسدالله نصر اصفهانی هستم و برنامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران و شورای نجات ایران رو امروز خدمتتون تقدیم میکنم. در برنامه امروز مهمانی داریم که قبلا با چهره از کنم که علمی ایشون و ژورنالیستی ایشون آشنا هستین، آقای مهندس کاوه زند. امروز هم از ایشون خواهش کردیم دعوت منو پذیرفتن، تشریف آوردن. در بخش دوم در مورد پیام نخست وزیر اسرائیل، رفسنجانی و ساختمان پلاسکو که موضوع روز برای همه صحبت خواهیم کرد، اطلاع دارین آقای مهندس کاوه زند ایشون یه پژوهشگر و ژورنالیست آزاد هستند و تحقیقات متعددی در زمینه ایران و مسائل ایران انجام دادن. جناب مهندس زند تشریف دارین؟ درود عرض میکنم قربان. درود بر جناب عالی و سپاسگزاری از اینکه این دعوت رو پذیرفتین و در این برنامه شرکت فرمودین. عرض کنم من برای اینکه زیاد وقت نگیرم چند پرسش خدمتتون دارم قربان. پرسش اول من این است که در مورد این سپاه پاسداران جمهوری اسلامیه، میخوام ببینیم که این سپاه پاسداران در مورد این رویدادهای سیاسی ایران و خاورمیانه به خصوص در اخیراً چه نقشی داشته، و بعد بخش دوم میشه که هر جوری خواستین جناب عالی تقسیم وقت بفرمایید، نقش این سپاه در ترویج اندیشه فدرالیسم و خطرات این اندیشه است. صدا میکنم قربان. اولا نخست من خواستم تشکر کنم، سپاسگزاری کنم از بابت این فرصتی که به من دادید در خدمت حضرت عالی استاد عزیزم درس پس بدم و در خدمت ملت شریف و مهربانم باشم که به جان دوست دارم همگی رو. همچنین یه عرض تسلیت به دوستان و همکیشان یهودی خودم که در آستانه هولوکاست هستیم و فردا سالگرد هولوکاست است. اما در ارتباط با سپاه پاسداران وقتی بحث میکنیم، یعنی داریم در ارتباط با اصل، منشأ و ریشه نظام بحث میکنیم. سپاه پاسداران در جمهوری اسلامی ایران یعنی همه چیز. وقتی شما میفرمایید سپاه پاسداران یعنی همه چیز، با همین خاطر هم هست که تا حالا مونده از نظر اقتصادی و از نظر نظامی سپاه پاسداران میبایستی که بعد از جنگ منحل بشد. سپاه اصلا تشکیل شد برای جنگ، اما نشد، برای اینکه از اول وقتی که شد یواش یواش به این معنی در اومد که سپاه یعنی انقلاب، سپاه یعنی جمهوری اسلامی ایران و سپاه یعنی حافظ تمام من. الان سالهاست که تمام موادی ورودی اقتصادی دست سپاهه. الان هم چندین بانک و چندین تجارتخونه بزرگ دارن در کیش و در تمام بنادر، تجارت های کلیدی دست سپاه و حافظ نظام هم بل اجبار یا بل تبع سپاه هست. نقشی که سپاه در زندگی فعلی و وضعیت فعلی کشور و خاورمیانه داره دقیقا برایند نقش نظام است. فتنه، آشوب، بلوا، بحران، طرح حتی تا حدی هوشمندانه خیلی حرکات و تحرکات سیاسی فرهنگی با زمانبندی های بلند مدت که چون اکثرا افراد نابخرد و آنارشیستی هم هستن، این تحرکات منتهی به صدور یعنی تشکیل یه اندیشه های مثل فدرالیسم و اینها شده. سپاه یعنی انقلاب، یعنی این چیزی هست. اما عوارض جانبی که سپاه داره و اندیشه هایی که ایجاد میکنه، شما میدونید دقیقا انقلاب فرهنگی بلافاصله بعد از تشکیل سپاه شد. آقای محسن رضایی هنوز عضو گردن کلفت سپاه، هنوز هم با سپاه رابطه‌اش رو قطع نکرد. اندیشه فدرالیسم اولین بار وقتی که میخوایم راجع به موضوعی بحث کنیم، میایم اول تاریخ رو بررسی میکنیم و از بررسی شرایط منتهی به اون داستان نتیجه گیری میکنیم. ما وقتی میخوایم ادبیات بخونیم اول تاریخ ادبیات میخونیم، موسیقی رو میخوایم بدانیم اول تاریخ موسیقی رو میخونیم. راجع به فدرالیسم میخوایم نگاه کنیم، سالها ریشه داشته در ایران، بعدها دنیا ترقی کرده، ایران هم به موازاتش ترقی کرده و این اندیشه فراموش شده.
یه مدتی خیلی کوتاه قبل از مشروطه هم دوباره شروع شد، بعد فرار شد. اما نفر بعدی که از بعد از مشروطه تا امروز این نظریه رو مطرح کرد و در کسوت یه سپاهی و بعدش هم در کسوت یه کسی که رئیس دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دست راست آقای رفسنجانی بود مطرح شد، آقای محسن رضایی است. اخیرا هم که شما زمزمه جدایی آذربایجان جنوبی و تشکیل استان جدید آذربایجان جنوبی رو شنیدید، این هم یک قدم در راستای نهادینه کردن فئودالیسم و در نتیجه در راستای تجزیه مملکت، چون به تبع به اون منتهی خواهد شد، منجر خواهد شد. این است نقش سپاه، این است کارکرد سپاه. اون شاخه برون مرزیش که هنوز خیلی راحت میان تهدید میکنن که ما مخالفان خارج از کشورم منتظر ما باشن، میان میکشن، تا امروز هم کشتن. بی حیثیت کردن وجهه ایرانی، بی حیثیت کردن فرهنگ ایرانی، این تصمیم جدیدی که دولت جدید امریکا گرفته مبتنی بر تحرکات سپاهه، مبتنی بر حرکاتی است که سپاه جنگ، که سپاه به هیچ وجه بی تأثیر نبوده و روز به روز هم دارد تأثیرش عمیق‌تر می شود و خطرناکتر. الان ما مشکل سوریه‌مون یه پاش سپاهه، مشکل بچه های ما توی عراق به خاطر سپاهه، مشکلاتی که با افغانی‌ها و بلوچ‌ها داریم به خاطر سپاهه. از اول هم ترورهای خارج از کشور توسط سپاه انجام شده، این چهره بدی از ما ساخته. یکی از عوارض سپاه، یکی از تأثیرات سپاه، وقوع انقلاب فرهنگیه. انقلاب فرهنگی باعث ایجاد یک دسته ای شد مجهول الهویه و مهمل به نام اصلاح طلب، که اصلا معلوم نیست اصلاح چی. آخه من نمیدونم، شما تا حالا شنیدید که کسی بخواد بره غده سرطانی رو اصلاح کنه؟ آخه غده سرطانی رو در میارن میدونن دور، بعد یک گروهی تشکیل بشن به نام اصلاح طلب. این انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی مثل قرده سرطانی است در آن کشور. شما چی شما میخواید اصلاح کنید؟ یک موجود بی سر و ته است اصلاح طلبی. اندیشه است فدرالیسم، اندیشه ای که سالهاست اعتبار امر مختومه رو پیدا کرده تو دنیا، به همین ترتیب سیاستاشون در کشور اطراف هم همینه. نهایتا تاوان شما میدیم، تاوان شما میدیم. یه های شخصیت های پیدا میشن که ایرانی هم خودشون معرفی میکنن، یه سری دوستان هم پیدا میشن که ظاهرن اصلا توی یک قحط و رجال سیاسی گیر کرده، میرن با این شخصیت ها مصاحبه میکنن، حتی تو تلویزیون خارج از کشور میرن. این اشخاص نتیجه انقلاب فرهنگی هست. انقلاب فرهنگی ضررش کمتر از اعدام این همه ارتش بود و ارتشی که ما داشتیم در زمان شاه نبود، هیچ کمتر از اون نبود. جنایتی بود در حد تمام اعدام ها. تمام این استادای دلسوز، استادای فهمیده، استادای بزرگوار رو سپاه پاسداران با طرح انقلاب فرهنگی از دانشگاه بیرون کرد و به جاش یه مش آخوند و ملا نشون که الان شما میبینید که تیغ یک آخوند پیش نماز توی دانشگاه بیشتر از رئیس هیئت علمی میره. بعد خروجی این دانشگاه ها میشن یک آدم هایی مثل مدیر آتش نشانی، که کل جایی که ما داریم به خاطر بیکفایتی مدیر آتش نشانی بود اخیراً سر همین سازمان، یا یک سری سیاست مدارای بیکفایت، یک سری جورنالیست های بیهویت، یک سری آدم هایی که الان اومدن توی همین شرایط دارن تو همین شبکه های اجتماعی و تلویزیون های آزاد برنامه میذارن و در حقیقت آب با آسیاب رژیم میذارن. این نتیجه سپاه که هرچند من به ملیت افتخار میکنم، به ایرانی بودنم افتخار میکنم، مفتخرم که در تاریخم یک چیزی برای سنجش دارم. یعنی همه ای ما ایرانی ها داریم، همه ای ما ایرانی ها جوانایی رو داشتیم که رفتن جنگیدن، جوانایی رو داشتیم که سال 88 بدون درخواست پول رفتن مبارزه کردن، آتش نشانایی رو اخیراً از دست دادیم که خیلی عزیز و انسان بودن. اینها از جان مایه گذاشتن. بالاخره اون شهر، شهر منم هست، وقتی ناراحت میشم به خاطر اینه که اون شهر از بین رفت. اینا دارن نابودش کردن. آتش نشانه داریم که به خاطر اخلاق جنگیدن با آتش، هنوز داریم به خاطر اینکه میتونیم مقایسه کنیم، بگیم که آقا مردم هستیم که کوروش داشتیم، مردم هستیم که داریوش داشتیم، مردم هستیم که 50 سال پیش سرآمد خاورمیانه. انقلاب فرهنگی و سپاه پاسداران رسالتشون
این است که ما رو هم یه جایی بکنن بی هویت، مثل خیلی کشورهای دیگه که تاریخی ندارن که بخوان باهاش بسنجن. وقتی شما چیزی برای سنجش نداشته باشی، چیزی برای مطالبه نداری. و متاسفم، خیلی متاسفم، علی رغم داشتن یک پیشینه و تاریخ قدیمی، سپاه تا امروز پیروز بود و ما در اقلیت قرار گرفتیم، سپاهی ها پیروز بودن. این نقش سپاس، یعنی نقش سپاه وقتی میفرمایید یعنی نقش جمهوری اسلامی. بله، خیلی ممنون، خیلی متشکر. حالا به خصوص در مورد این فدرالیسم میخواستم ببینم که انگیزه سپاه برای اینکه این فدرالیسم رو میخواد ترویج بده چیه قربون؟ 84 اندیشه فدرالیسم توسط آقای محسن رضایی و اصلاح مطرح شد که مدت ها بود از زمان مشروطه بعد دیگه کسی اینو مطرح نمی کرد. زمان مشروطه هم مطرح شد، دکتر مصدق خیلی مخالفت کرد باهاش. من خاطرم هست که خیلی هم، یعنی خاطرم که نیست، خوندم، هنوز خیلی درگیری بود دستش. ایشون به عنوان فدرالیسم اقتصادی این رو مطرح کرد که بیاد هر استانی خودکفا بشود از نظر اقتصادی و هر استانی بودجه خودشو درآورد و فلان. چیزی که ازش مطالبه میکنه سپاه پاسداران تسلی بیشتر و به اصطلاح قدرت بیشتر در مناطق مختلفه، چون بدین ترتیب میتونه هر منطقه رو با فرمانده های محلی بچرخونه و در اون شرایط به جای یه دونه ولی فقیه، مثلا اگر ما بشیم 28 دوستان، 28 ولی فقیه کوچک داریم، بعد یه ولی فقیه بزرگ هم که به جای خودش میماند، آقای سید علی خامنه ای. این هدفش که سپاه دنبال میکنه، بیشتر دواندن ریشه و مستحکمتر شدن نظام و تضمین و تأمین و بیمه نظام برای بقای بیشتر، این هدف سپاهه. برای اینکه خب هر حال یک دونه ولی فقیه کمه برای رسیدگی به این همه استان و این همه جمعیت، جمعیت هم رو به افزایش هست. چندین ولی فقیه باید زیر نظر این ولی فقیه کار کنن، موقع دیگه نه استانداری هست نه فرمانداری هست، اون نه رئیس جمهوری، هر کس ولی فقیه خودشه و هر کس هم داره کار میشه. کاری که الان هنوز هیچ نشده، بعد از اینکه خراسان تقسیم شد و شکست به خراسان های جنوبی و شمالی و مرکزی، یا هم خراسان به قول اینها رضوی، اتفاق افتاده دیگه. الان یک موجود دوپایی به نام علم الهدا پیدا شده. ایشون اخیراً تشخیص داده که این آتش سوزی هم به خاطر حجابی بوده و اگر ایشون کنسرت ها رو در مشهد ممنوع نمی کرد، الان تمام ساختمان مشهد هم دوچار این سوانه مشابه شده بود. و ایشون در حقیقت برای خودش داره قانون تعیین میکنه، کنسرت تو استان خودش ممنوع میکنه، اینا اینو برای همه جا میخواد. اینطوری بهتر میشه با مردم کنار اومد، اینجوری بهتر میشه از مردم کار کشید و برگردشون سواری کرد و بهتر هم میشود کنترلشون کرد. این آن چیزیست که سپاه میخواد، ایرادی هم نمیشه گرفت بهش. سپاه وظیفهش لطمه زدن به فرهنگ ماست، سپاه وظیفهش محکم کردن ارکان رژیمه که داره میکنه. ما اشکال در خودمونه که میریم در یک همچین شرایطی هزار مطلب برای افتخار ما داریم، برمیگردیم هزار انسان داریم برای مصاحبه، برمیگردیم با افرادی مصاحبه میکنیم که اینا قاتل فرهنگمونن، اینا متجاوز به فرهنگمونن. مگر ما دوچار قحط و رجال سیاسی یا علمی تو دنیا شدیم که بریم با نوه فلان راهزن مصاحبه کنیم که ایشون هم برگرده مثلا به کوروش کبیر یه چیزایی که اصلا خجالت آور نسبت بده و به شعور همه ماها توهین کنه؟ اینها حاصل انقلاب فرهنگی هستن و من متاسفم که ما اینجام داریم بهشون میدون میدیم، همون میدونی که ما به مجاهده دادیم. امروز اگر آقای ترامپ برمیدارد میگوید که اجازه بدهید که ما امریکا رو دوباره سرآمد کشورهای جهان کنیم، اون مطلب است که به خاطر اینکه امریکای پیشنهی داشته که سرآمد بوده، ایشون این رو مطرح میکنه. ما این رو سالیان سال داریم، همه ایرانی های قیاس رو دارن و همه ایرانی های دار دارن، پس ما مطلبی کم نداریم از اینا، ما هم گذشته داریم. وظیفه سپاه تخریب این هاست، تخریب این ها با همین الف باشه. اول فدرالیزه کردن، بعد که فدرالیزه شد هر فدرالی، هر ایالتی زبانهای خودشو درس میده، فرهنگ خودشو درس میده، علوم خودشو درس میده، کالچر خودشو درس میده، مردم اصلا دور میشن.
تحکم و حکومت ایالت های کوچک خیلی ساده تر از حکومت بر یک ایالت بزرگ بر یک جمعیت وسیع است. بله بسیار متشکر. حالا بنده پرسش سومم که اونم دو بخش خدمتتون مطرح کنم. الان صرف اندرز این که این هاشمی رفسنجانی چگونه درگذشت، اینطوری که معلومه یه مقداری در ارکان حکومتی، حالا اون طرف اصلاح طلب، این طرف سپاه و اون طرف ربیت رهبری و بقیه، یه شکافی ایجاد شده. میخوام ببینم که وضع حکومت در آینده به چه ترتیب خواهد شد و از همه مهمتر اون قسمت بخش دوم سوال منه که الان که یک همچین شکافی ایجاد شده، ما به عنوان اپوزیسیون و ملت به عنوان ملت ایران به چه ترتیب میتونه بهره برداری کنه برای اینکه به براندازی زودتر نزدیک بشه. خیلی ممنون. صدا میکنم. ببینید، آقای هاشمی رفسنجانی هم بخشی از نظام بود. آقای هاشمی رفسنجانی حتی به رهبریت قبول شدن آقای خامنه ای توش آقای رفسنجانی کم تأثیر و تقصیر نداشت. هنوزم مرگش به نظر من مرگ مشکوکیه. ایشون خیلی علاقمند به خاطر تعریف کردن بود این اواخر، خیلی هی خاطره تعریف میکرد برای همه. بعد ایشون گفته بود که یه دفعه همین گروه مجاهدا ریخته بودن که بکشنش، ترورش کنن تو خونش. ایشون با دو تا از این مجاهده خیلی هم قلچماق ظاهرا درگیر شده بود و دست به یقه شده بود و بعد هم اونا عریفش نشده بودن بکشنش و اینها. یعنی ایشون خیلی بدن ورزیده ای داشت. خب آخونده بعد هم که نمیگذره به هیکلشون و به شکمشون، من بعید نیست. هر حال حالا ایشون یه سکته کرد بدون هیچ آرزه قلبی پیش از اون و هیچ سابقه بستری توی هیچ بیمارستانی بماند. اما ایشون هم بخشی از نظام بود و به قدری جبار و ظالم و ستمگر بود، کمتر از خامنه ای جلاد نبود، که در تمام دوره حکومت ایشون هیچ صحبتی از اصلاح طلب و راست و چپ و اینا نبود. تمام این انشقاق ها بعد از سر قدرت رفتن آقای رفسنجانی اتفاق افتاد. بعد هم ایشون شد پدر اصلاحات و اینها که اون شیخ خاتمی هم اومد و بحرش و کلی هم شد. اما کم خائن نبود. من هیچ وقت یادم نمیره توی دادگاه های آقای کرباسچی که مدت ها مردم رو سرگرم کرده بودن با این شوهای آقای کرباسچی توی دادگاه، ایشون رسما اعلام کرد که آقا من چندین کار رو به دستور آقای رفسنجانی بسیار انجام دادم. و آقای رفسنجانی پشت رو خالی کرد. بسیار مرد فرصت طلب و زیرکی بود و خوب بلد بود از چیز قضایی استفاده کنه و خودش رو تطهیر کنه. الان هم از یک سو مرگش خیلی به نفع نظامه، یکی این که خب این بحث شکافی که ایجاد شده بود در اثر کنارگیری ایشون از قدرت یه خورده قابل ترمیمه به لحاظ دولت. بحث دوم این است که با مرگ ایشون و پشتنش اتفاقی که در پلاسکو افتاد و احیانا در چند جای دیگه هم اتفاقات مشابهی طی روزهای آینده بیفتد، برای این که دقیقا مرگ ایشون وقتی اتفاق افتاد که یه تعداد زیادی از جهان اعتراض کرده بودن به اعتصاب قضایی بچه های ما توی زندان، ایرانی ها، فعال های سیاسی. الان آقای دکتر احمد رضا جلالی پزشک یک ماه و نیم خودش تو اعتصاب قضاست، با مرگ آقای آرش صادقی طفلک دوباره زنش رو بردن زندان. امروز مادر یه دونه فعال سیاسی دیگر هم که سال 80 هستن کشته بودنش گرفتنش. با مرگ ایشون تمام این اخبار تحت شعاع قرار گرفت. یعنی دقیقا مرگ ایشون زمانی اتفاق افتاد که آرش صادقی تازه صبح اعتصابش قرار بود بشکنه. دیگه مردم فراموش کردن که آرش صادقی چه می شود، علی صادقی چه می شود، دکتر احمد جلالی چه می شود. بلافاصله تا این خورد این خبر فروکش کرد، داستان پلاسکو اتفاق افتاد. این بهره برداری است که رژیم داره ازش میکنه، نهایت بهره برداری رو میکنه. اینها از مرده خودشون هم بهره برداری میکنه، رحم میکنه. اما وظیفه این ملت و اپوزیسیون این است که ما دنبال این جوان عربیم، ما به کارمون برسیم، ما بتونیم برگردیم بگیم که آقایون ملت، دوستان من، همشهریان من، عزیزان من، آقا ایشون رفت، خب رفت، آرش صادقی رو چیکار کنیم؟ بیایم از آرمان هامون نمونیم. ببینید
یه تعدادی هستن که قلم به موزدن برای جمهوری اسلامی کار میکنن یا برای نهادهای مثل اون، اینها جای خودشون دارن، یه تعدادی نیستن. هم من بارها به شما عرض کردم من افتخارم اینه که عضو هیچ سازمان و نهاد و گروهی نیستم، یعنی ازش که پول نمیرم نمیستم، مثلا جای دیگه کار میکنم، بعدا میام وقت آزادم رو میگذارم برای این کار مطالبه، بخاطر اینکه علاقه مندم. خب بیایم ماها که قلم به موز نیستیم بگیم به مردم، بگیم که آقا من نه از دار دسته اونا پول گرفتم و میگیرم، نه از دار دسته اینا، خیلی ها رو میشناسم به این ترتیب دارم فعالیت سیاسی میکنن، آدمای بزرگ، من توشون خیلی کوچک هستم. چرا؟ خب رفسنجانی مرد، آرش چی شد؟ مطالبات ما از دولت چی شد؟ اون شهری که دارن توش پلاسکوش و آتیش میزنن شهر ما هم هست. آخه من 40 سال اونجا زندگی کردم، آخه چه دارید به روز شهر من میارید؟ چرا بچه های من تو اعتصاب قضا؟ این کاریست که اپوزیسیون میتونه بکنه، نگذاره از این مرگ بهره برداری بکنه، مگر آخوند هنرش اینه؟ این کاریست که ما میتونیم وظیفه همونه بکنیم. من اپوزیسیون نیستم، من یک محققم، من یک مطلعم، سالهای زندگیم رو گذاشتم به عنوان کسی که سالهام تو زندان گذاروندم، عاشق کشورم هم هستم، هر کاری هم میکنم به عشق کشورم میکنم. شما هم میدونم همینطور هستید، خیلی هم قوی تر از من هستید، خیلی هم همیشه قدردان تمام مراهم شما هستم آقای اسوانی. اما فراموش نکنیم که مثل همیشه دنبال نخود سیاه نریم. یادتون باشه این سیاست اینا بود ساله که توی مکه اون اتفاق سیل ترجیح اتفاق افتاد، بلافاصله اینا یک راهپیمایی توی مکه انجام دادن و کلی کشته داد و بعدها تمام اون تقصیرهای سپاه و جهاد و اینا رو ماسمالی کردن و شد پیران عثمان. قطعنامه 598 که امضا شد، مردم داشتن شروع میکردن این ملی میهنیا و دار دسته آقای بازرگان و اینها، جبهه ملی و جمعیت دفاع از حاکمیت ملی ایران بیانیه داد و تنها حزب چیز اون موقع هم بود. بلافاصله این آقای سلمان رشدی رو که سال قبلش همین آقای خامنه‌ای بهش جایزه داده بود کردن پیران عثمان به خاطر اون آیات شیطانیش. همه این فکر رو از روی جنگ و صلح و اینا رفت روی سلمان رشدی که آی به پیغمبر توهین کرد و همه چیز فراموش شد. از اون به بعد بارها این اتفاق افتاده. این بار بیاییم زیرک باشیم، بیاییم به مردم میدان ندیم. به بهانه فوت رفسنجانی اون آقایی رو که داره به فرهنگمون تجاوز میکنه نهیریم تو تلویزیونمون ازش چیز کنیم. خیلی ها دارن تو این تلویزیون ها به خاطر یه تلفن بازداشت میشن، به خاطر یه مصاحبه 5 دقیقه یه تلفنی بازداشت میشن. ایشون میاد مصاحبه تصویری میده ساعت ها و راست راست تو ایران راه میده. بیایم بشناسیم، بیایم نگذاریم که این بلاهایی که 30 سال داره 40 سال داره سر و میاد دوباره هم تکرار بشه. ما که تو قحط و رجال سیاسی گیر نکردیم، که ما که تو قحط و رجال علمی کار گیر نکردیم. بخواه اینجا که پاکستان نیستش که آدم رو تحصیل کرده جوش نداشته باشه، که آقا این ایرانیه که تو همین کشور دارن زندگی میکنن، خیلی هاشون بسیار مردم فرهیخته، اندیشمند، بزرگوار و معتمد و مفید به حال جامعه. یعنی بیم از اون استفاده کنیم. بسیار متشکر جناب زحمت، خیلی ممنون، خیلی متشکر از وقتی که صرف کردین تشویم تو این برنامه. بنده خدمتون بدرود عرض میکنم با سپاسگزاری فراوان. تا اینکه در برنامه های بعدی بازم ابراز محبت بفهمید، تشریف بیارین و بنده و بینندگان راهنمایی بفرمایید. خیلی متشکر، بدرود، شبتون بخیر. شب خوش، خدا نگهدار. من سپاسگزارم از مهرتون. درود بر شما. بدرود. بینندگان عزیز، اکنون می‌رویم به بخش دوم برنامه‌مون و در این قسمت چند مسئله رو بنده در خدمتتون مطرح می‌کنم. مسئله بسیار مهم اساسی در حال حاضر مسئله فعالیت‌های دوباره مجاهدین خلق که با یک نام دیگری و با ترکیب به اصطلاح خودشون با یه تعدادی از سازمان‌های گمنام یا وانام به اسم ایرانیان امریکن یا مجتمع ایرانیان، و در هر صورت اینا توانستن در این سه‌شنبه گذشته در ساختمان کنگره آمریکا یک جلسه ای داشته باشن، یک ساعت و نیم،
البته خب همین رفتن اونجاشون خودی سوال انگیزه، چگونه است که اینا توانستن برن اونجا جا بگیرن برای یک ساعت و نیم، و به خصوص در آگهیشون اعلام کردن که این جلسه اوله، یعنی ممکنه جلسات دیگری داشته باشن. و از همه مهمتر که باز هم سوال انگیزه این است که به راحتی توانستن اینا در صدای آمریکا برنامه داشته باشن و برنامه اینها رو به صورت بسیار بسیار مفصل و موسع صدای آمریکا پخش کرده. یعنی معلوم است که در هر صورت کسانی دنبال این کار هستن. خوشبختانه اون کسانی که قبلا در این برنامه شرکت میکردن، مثل آقای گینگریچ یا جولیانی یا آقای بولتون، اینا دیگه دخالت در این کار ندارن. آقای بولتون هم مثل این که خودشو از این کار، یعنی از حمایت از مجاهدین، کنار کشیده و مستثنا کرده خودشو. ولی در هر صورت فعال هستن اینها، و بعضی از این رسانه‌های گروهی هم با اینها همصدا شدن و مثل اینکه یه موجی وجود داره برای اینکه بتوانن این گروه جدید رو، که البته اسمی از اون رجوی ها نیست ولی در واقع همون ها هستن کارگردانی میکنن، بتونن اینا رو جا اندازی کنن در سطح اپوزیسیون. و بعدم نه تنها این، بلکه اینها در برنامه هایی که اخیرا اجرا میشه اونچنان هیجان از خودش نشون میدن، و البته این عبارت درست نیست بنده بگم، ولی بهترین چیزیست که میتونه نشون بده که به قول معروف سینه به تنور میچسبونن برای مجاهدین، نه تنها خودشون، بلکه میگویند شما بقیه اپوزیسیون شما دارین اشتباه میکنین که با اینها تماس نمیگیرین و بعد برین با اینها تماس بگیرین و از اینها چرا استفاده نمیکنین. عرض کنم که بنده در این زمینه یه مقدار میخوام وقت بینندگان عزیز رو بگیرم، و اون این است که نهایت در قسمت نتیجه گیری به نظر بنده استفاده از مجاهدین، من مقصد میگم مجاهدین برای این که نمیخوام اون اسم جدیدی که به کار بردن و گمراه کننده است از اون استفاده کنم، چون ریشه این کار دست مجاهدینه. البته اون گروه لابیست آقای تریتا پارسی هم با اینا مخلوط شدن و چند سازمان دیگری هم که گمنام هستن با اینا هستن. به نظر بنده استفاده از مجاهدین یعنی نکبت مضاعف. خب این نکبت مضاعف که لغت عربیه و بهترین چیزی که میتونه نشون بده، ولی مفهوم این است که مردم ایران با وجود اینها یک تیر روزی دوگانه خواهند داشت. دوگانه به چه مفهوم؟ یکی این که اینا همون مثل جمهوری اسلامی حکومت ایدئولوژیست مذهبی هستن، و دوم این که مثل جمهوری اسلامی گویی که آقای خامنه‌ای و بعضی از سردمداران گرایش‌های چپ دارن، ولی در هر صورت اینا حکومت ایدئولوژی مارکسیستی ندارن، ولی مجاهدین خلق این ایده رو دارن. حالا چون پیام پشت پیام فرستاده میشه که بروید با اینها صحبت بکنید و عرض کنم که با اینا همکاری بکنین، و شما اگه نرین جبهتون عقب میفته و از این قبیل مطالب. من در این زمینه چند نکته دارم که دلیل این که بنده نمیخوام با اینها، یعنی منظورم که جبهه نمیخواد با اینها صحبت بکنه، در این زمینه دلایلم رو خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم. اولین دلیل بنده این است که اینها متهم هستند و حقیقت هم داره که به ملت ایران خیانت کردن، و در موقعی که صدام 100% دشمنی با ایران و ایرانیان میکرد رفتن با اون همکاری کردن، البته منابع مالی هم از اون دریافت کردن، در مقابل میگن کسان دیگری هم بودن که از اون منابع استفاده کردن، اونام کار بدی کردن. این اگر یه شخصیت دیگری اومده از آقای صدام حسین پول گرفته برای هر هدفی بوده، این توجیه کننده این نیست که مجاهدین کار زشتی نکردن و بنابراین مجاز بوده برن پول بگیرن. دوم که همه آگاه هستن، برنامه فروغ جاویدان و کشتار مردم ایران و تعدادی از هموندان خودشون
برنامه فروغ جاویدان در واقع یک فعالیت نظامی بود که مجاهدین فکر میکردن با کمک صدام حسین میتوانن بیان ایران رو تصاحب بکنن. در نتیجه بسیاری از مردم ایران کشته شدن و در حدود بیش از 3000 نفر از خود اونها از بین رفتن و اونطوری که نشون داده میشد ملت ایران در مقابل اینا رو بیگانه تصور میکردن و ضد ملی. حتی در کرمانشاه کسانی بودن روستاییان و کشاورزانی که با بیل به اینا حمله کردن و از بین بردنشون. دلیل سوم این است که اینا به هیچ وجه راست گفتار نیستن، راست کردار نیستن و به قول معروف هر لحظه به شکلی بت عیار در آید. این بسته به این که بخوان به هدفشون برسن. از جمله تغییراتی که در این زمینه دادن البته ماهیتشون فرق نکرده، این که تغییر پرچمشونه و اونی که داس قرمز و علامت سرخ و بقیه مطالب روی پرچمشون برداشتن، بعد حتی سرود ایران استفاده کردن و ظاهرا هم مرامنامه‌شون عوض کردن، که البته اینها همش برای فریب مردم و فریب دنیاست. چهارم، اینا همونطوری که عرض شد هیچ محبوبیتی و هیچ پایگاه مردمی در ایران ندارن، بلکه اینا کاملا در اسلاید بعدی ملاحظه می‌فرمایید اینا کاملا مورد تنفر ملت ایران هستن. اگر ملت ایران گویند که متاسفانه بعضی موقع فراموشی میارن، ولی در هر صورت تعدادی هستند که هنوز این آلزایمر ملی رو نگرفتن و این به خاطرشون هست که این جماعت در ابتدای کار از همین خمینی و داردستش خواسته بودن که تمام افسران رو از درجه سرگود به بالا اعدام کنن. یعنی اگه یکی تا دیروز درجه سروانی بود امروز سرگود می شد، این بلافاصله خونش مباح می شد بعد اعدام بشه. و در صورتی که این افسران واقعا یکی از بزرگترین گروه ها و مهمترین گروه اجتماعی ایران بودند و ملت برای اینها میلیاردها هزینه کرده بود، بعضی از اینها واقعا بسیار افتخارآمیز بودند برای ملت ایران و در سطح جهانی اینها کار میکردند. عرض کنم که اینها عدت دیگری که بنده نمیخوام با اینها صحبت بکنم، منظورم از بنده عرض کنم که جبهه هماهنگ مبارزان، عرض کنم که اینها از همون ابتدا تا الان اینا استفاده از فرهنگ آویزانی میکنه. یعنی باید به کسی آویزون بشن تا بتونن برن جلو، و این آویزون شدنشون به دنیای غرب بوده. بعد از صدام که دیگه بی پدر شدن، اینها به دنیای غرب متوسل شدن و حالا در صورتی که با این برنامه که در پیش هست اینها تحمیل بشن به ملت ایران، یا به قول عوام زورکی بخوان بیان اونجا حکومت بکنن، اینها به هیچ وجه اینها با فرهنگ کهن و چند هزار ساله ایران نه مرامشون نه روششون هماهنگی نداره. اینها اگر به این صورت بیان میشن یه زائره‌ای در تاریخ ایران که به هیچ وجه مورد قبول ملت ایران نیستن. بعد مسئله مهمی که به خود اینها برمیگرده، اینها به علت عدم مدیریت درست سازمانی، اینها یه تعدادی از جوانهای واقعا میهن‌پرست و روی احساسات ملی اینها رو فریب دادن و اینها رو وارد معرکه کردن و اینها رو فرستادن به مسلخ یا کشتارگاه جمهوری اسلامی در زندان اوین و اونها کتبسته در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفتن و اون دادگاه هایی که اطلاع دارن همه بینندگان به صورت بسیار وحشیانه و ظالمانه این جوانان واقعا میهن‌پرست که اینا روی فقط احساسات ملیشون رفتن داخل اینا شده بودن، اینا رو به کشتن دادن. اینا مسئول خود این مثلا کشتارها. درسته که جنایت از طرف عرض کنم که رژیم خامنه‌ای و خمینی و رفسنجانی انجام گرفته، ولی در اصل اینا سرمایه ملی ما بودن و این کار باعث براءت کارگردان سازمان مدنی خلق نمیشه،
که بگن چون اینا اعدام کردن پس بنابراین ما مجازیم هر کاری بکنیم. بعد مسئله دیگه این است که اینها هیچ گونه برنامه‌شون از نظر منابع مالی روشن نیست که اینها این منابع مالیشون از کجا تأمین میشه و از کجا این میتوانند این شخصیت‌های جهانی رو حالا یا نمایندگان مجلس یا کسانی که بازنشستن این رو با پول همراه بکنن با خودشون و در واقع اینها ازشون داره استفاده ابزاری میشه برای اینکه استعمار جهانی بتواند هدفش رو در خاورمیانه و در ایران پیاده بکنه. من در پاسخ این پند و اندرز حکیمانه رسانه ها که معتقدند که ما باید بریم حتما با سازمان مجاهدین خلق گفتگو بکنیم در این پوشش نام جدیدشون نمیگن به مجاهدین، میگن اینایی که حالا با همدیگه اومدن و اسم جدید دارن. من در هر صورت در مورد این پند و اندرز حکیمانه باید عرض بکنم که خیلی خلاصه شکست افتخارآمیز جبهه هماهنگ مبارزان ایران در براندازی جمهوری اسلامی، یعنی ما اگر بریم جلوم شکستم بخوریم، هزاران بار بر بیگانه پرستی و این فرهنگ آویزانی اینها و آلوده کردن ناب جبهه هماهنگ مبارزان ایران در کنار مجاهدین خلق با هر اسمی که میخوام جلو برترین داره. در اصل پیام من از سوی هموندانمون به این رسانه ها که مرتب تشویق میکنن و تلفن میکنن و برنامه اجرا میکنن که برین با اینا هماهنگی کنین و اینها راه نجات ایران هستن، پیام من این است برو این دام بر مرغ دگر نه که عنقا را بلند است آشیانه. عرض کنم که حالا برمیگردیم به مسئله بعدیمون. همونطوری که اطلاع دارین آقای ترامپ مراسم تحلیفش و سوگندش رو انجام داد و با همونطور در برنامه گذاشتم بنده عنوان کردم، حالا یه عده‌ای به تکاپو افتادن، فکر کردن که آقای ترامپ ناجی ایران خواهد بود و به اونها خودشون رو نزدیک میکنن یا وسایلی فراهم میکنن نزدیک بشن و یا نامه های مختلف می نویستن، تقاضای تحریم بیشتر و از این قبیل مطالب که در جلسه گذشته من راجع به اون صحبت کردم. من خدمت بینندگان عرض بکنم که ما ایرانیان باید فقط و فقط و فقط متکی به خودمون باشیم، نه به ترامپ، نه به هر رئیس جمهوری دیگری. حالا در حاشیه مراسم این سوگند ترامپ که در اسلاید بعدی مروز می فرمایید، نمایندگان ادیان گوناگون سخنرانی‌هایی کردند. نماینده مسلمانان که معلوم نیست این چگونه شده بود که نماینده مسلمانان دنیا شده، رفته اونجا صحبت کرده، ولی دو آیه از قرآن خونده اونجا، یکی آیه 13 از سوره الحجرات و یکی آیه 22 از سوره الروم که حالا ببینیم آیه این دو آیه چی هستن. آیه 13 سوره حجرات اینطور میگه، البته عربیشو من اول میگم، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناک شعوبا و قبائل لتعارفوا، یعنی ای مردم، ما خداوند شما را از مرد و زنی آفرید، یعنی یک مرد و یک زن آفرید و شما را دسته ها که گفته شده یعنی شعوبن اونجا که در اون آیه میبینیم و قبیله ها کردیم. یعنی خلاصش این است که این پیام این نماینده به آقای ترامپ این بوده که ما همه یکی هستیم، از یک پدر مادر هستیم و بنابراین این خدا هست که بین ما قبایل ایجاد کرده و ما به شعب مختلف تقسیم شدیم، که سعدی البته خیلی خیلی خلاصه اینو میگوید که بنی آدم اعضا یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. اما آیه 22 از سوره الروم میگوید که، من عربیش اول میخونم، و من آیات ای خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و المانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، یعنی از نشانه های پروردگار
آفرینش آسمان ها و زمین این قسمت دومه و اختلاف زبان ها و رنگ های شماست. بی تردید در این امر نشانه هایی است برای دانایان. خلاصه پیام این آقا که پیام درستی هست این است که آقای ترامپ، ما همه مردم جهان با هم برابریم و به دنبال نجات پرستی و رنگ سفید و سیاه و زرد و قهوه‌ای نروید. و بیشتر البته منظورش این است که به دنبال مسئله مسلمان ها نباشید و اونها رو اینقدر تحقیر نکنید، که البته حالا اون برنامه های خاصی که آقای ترامپ داره حالا لااقل تا امروز یکی یکی داره اجرا میکنه، از این نظر خب پوهن مثبت داره که به قول خودش وفاداره و در کارش انجام میده، ولی نتیجه اون چه خواهد شد اونو بعدا معلوم میشه. مسئله دیگر پیام نخست وزیر اسرائیل که نخست وزیر در یک پیام ویدیویی خطاب مردم ایران با تاکید بر اینکه حساب مردم ایران از رژیم فعلی حاکم بر ایران جداست، از به زنجیر کشیده شدن ایرانیان توسط یک استبداد دینی اظهار تأسف کرد و وعده داد که با رئیس جمهور آمریکا درباره چگونگی مقابله با تهدید رژیم ایران که خواهان نابودی اسرائیل مذاکره بکنه، که البته این کارم انجام داده. عرض کنم که این در این مورد منده یک پاسخی تهیه کردم، البته پاسخ زیاد داده شده از بینندگان در اینترنت و همینطور از داخل ایران، ملت شریف ایران پاسخ دادن. حالا من این پاسخ مختصر خدمتتون عرض میکنم. ملت ایران، وطن پرستان و ایران دوستان و تمام تیره های ایرانی در سراسر کشور در برابر دشمن، هر کس میخواهد باشد، آمریکا، روسیه، عربستان، چین، امارات متحده عربی، ترکیه، اسرائیل، انگلستان، فرانسه، آلمان، الجزیره، زیمبابوه و هر کشور دیگری که این ملت ایران برای تمامیت ارضی و دفاع سرزمینی با هم متحد خواهند بود. و البته همونطوری که در جنگ ایران عراق دیدیم، این بازماندگان ارتش رژیم گذشته بودند که توانستن با فداکاری واقعا بی نظیر و میهن پرستی و جانبازی ایران رو نجات بدن. گوین که اینها خب بهره برداریشو کردن که ما کردیم این کار رو، ولی خودشون میدونن که اگر اون افسران رشید ارتش ایران بخصوص نیرو هوایی نبودن، اینها نمیتوانستن این توفیقا رو به دست بیارن. بنابراین خلاصه پیام این است که ملت پر افتخار ایران تمام ملت‌های دنیا رو دوست داره و سر ناسازگاری با هیچ ملتی نداره. بهترین نمونه کاملش هم همین ماجرای 11 سپتامبر بود در چند سال پیش که برج‌های دوقلو رو منفجر کردند و در تنها کشوری که در همدردی کرد مردم ایران بودن که برای اینها رفتن شمع روشن کردن. بنابراین اختلاف بین دولت هاست و متاسفانه این منافع از دید هر دولتی که میاد سر کار، چه اسرائیل چه آمریکا و بقیه، این منافع متغیریه، به صورت منفعت ثابتی نیست. عرض کنم که پیام نخست وزیر اسرائیل با توجه به عملکرد دولت‌های اسرائیل، دولت‌های همزمان حکومت‌هایی که سرکار بودند، به ویژه از زمان شمعون پرس که به طور مستقیم و غیر مستقیم تجزیه طلبی رو به ویژه در مورد کردها دامن می‌زد، بازتاب مناسبی پیدا بین مردم پیدا نکرده. من پیشنهادم این است که به مسئولان اسرائیل که دست اندر کار هستند، اگر میخوان ارزشیابی کنن پیام نخست وزیر رو، بهترین راه این است که به مصاحبه رادیوی اسرائیل که اخیراً با استقلال طلبان به عنوان آذربایجان جنوبی و پاسخهای نامناسبی که این مجری برنامه میداد برن گوش بکنن.
توضیح این که در یک هفته ای که یه برنامه درست کرده بودن موج شدید شروع شده بود که حالا توضیح خواهم داد، در همه جا قرار بود که راجع به این آذربایجان جنوبی صحبت بکنن. خب اسرائیل هم حالا طبق اون برنامه، رادیو اسرائیل هم از همین تهدید طلبان دعوت کرده بود و اومده بود با اینا صحبت میکرد و چه آب و تابی میدادن اونجا، خب اون به جای خود. ولی در هفته بعد که چند میهن‌پرست ایرانی اتفاقا از اهالی آذربایجان هر دوشون صحبت کردن و به این آقای گوینده اعتراض میکردن، واقعا پاسخهای بسیار بسیار غیر حرفه‌ای و پاسخهای غیر مناسب میدادن و در حسرت میگفتن اینجا دموکراسیه. خب اگر دموکراسی هست چطور فقط از این گروه دعوت میشه؟ در گروه مخالفشون شما نمیارین صحبت بکنن و در همون جلسه ای که این آذربایجان جنوبی رو میارین تر خشکشون میکنین، به چه مناسبت از گروه میهن پرستان دیگر ایرانی، منظورم جمهوری اسلامی نیست، از اونو دعوت نمیکنین؟ عرض کنم که بحث بعدی من راجع به ششم بهمنه که روزی بود که برنامه انقلاب شاه و مردم انجام شد و شاه بیت این برنامه هم همونطور که میدونیم دادن حق رأی به زنان بود، لغو رژیم ارباب و رعیتی بود و تشکیل سپاهیان آموزش و بهداشت و آبادانی بود و سهیم شدن کارگران در منافع شرکت‌هاشون و بقیه تا به اون 22 برنامه دیگه رسید. موضوع دیگری که باید بنده یادآوری کنم امروز که درست مصادف همین روز یک شنبه است، برنامه جشن صد است که بعد از اینکه فردوسی شهر میده چگونه عرض کنم که هوشنگ توانست آتش رو ببینه در موقعی که خواست ماری رو بکشه و دو تا سنگ به هم خوردن و آتش به وجود اومد، شعرش مفصل فردوسی، خلاصه میگوید ز هوشنگ ماند این سده یادگار، بسی باد چون او دیگر شهریار. در هر صورت امروز که 29 ژانویه است این روزه و من به عنوان یک هموطن و ایرانی به همه ملت ایران این جشن صد رو شادباش عرض میکنم و امیدوارم که همه ما مثل گذشته بتوانیم در این جشن ها به اصطلاح شرکت بکنیم. مسئله که الان آقای زند هم اشاره کردن، مسئله آقای رفسنجانیه که فرق نمی کنه که این در گذشتش طبیعی بوده یا سرش زیر آب کردن خفش کردن و یا به یک روایت دیگری که این اخیراً داره شایع میشه که این زنده است و مهره نجات رژیم خواهد بود، یعنی با یه برنامه و تبانی با خودش این کار انجام شد. در حس فرقی نمی کنه. جرائم این جرثومه جنایت و خیانت هیچگاه مثل بقیه جنایاتی که مردم عادی مرتکب میشن که مشمول مرور زمان میشه، در مورد ایشون مشمول مرور زمان نخواهد شد. و مسئله بعدی هم آتش سوزی ساختمان پلاسکوه که در استاد سی ملازمه فرمایید که در اینجا بحث زیاد هست، هنوزم مسئله روزه که این آیا آتش سازی بوده یا انفجار عمدی بوده، ولی این بازتاب بسیار بسیار گسترده و پیامد شدید داره، یعنی یک موج شروع شده در ایرانیان که بتوانن این موج رو ادامه بدن و خوشبختانه تا به حال موفق شدن و جمعیت و راهپیمایی متعددی در سراسر کشور داره انجام میگیره و امید هست که این بتواند به یه صورتی جمع جور بشه و به یک جنبش عظیم تبدیل بشه. البته اینجا همه بینندگان شاید اطلاع دارن که شخصی به عنوان آقای الغانیان که سازنده این ساختمان بوده یه نامه پوزشخواهی برای مردم فرستاده که ببخشید که من اون موقع این ساختمان رو درست کردم و خلاصه من اینقدر شعور نداشتم که این پول و سرمایه ببرم در یک کشور دیگه کار انجام بده و بقیه مطالب. البته این بیشتر قسمت طنزشه. بینندگان عزیز چون وقت تمامه میخواستم خواهش بکنم که اگر به نظری پیشنهادی
راجع به بیانات آقای زند و گفته های من دارند به این تلفن ها لطف بفرمایند زنگ بزنند، به خصوص 650-619-7623 و یا به این ایمیل شورای نجات ایران gmail.com که در خدمتون فوری پاسخ داده خواهد شد. بسیار متشکر. بدرود. پاینده ایران. جاوید ملت بزرگ ایران. از جان می گریزیم،